در شرایطی که فعالیت برخی از رسانه‌ها با رکود مواجه شده است، تازه روزنامه زیر نام راه ماندگار وارد خانوادگی رسانه‌ها در کشور شد. با آنکه در این اواخر تریورهای فعالان رسانه‌ای شدت گرفته و این مسئله سبب شد تا دستاندرکاران این عرصه از افغانستان فرار کنند. اما در تازه ترین مورد، روزنامه راه ماندگار با رونمایی نخستین شمارش در تالار بین المللی اطلاعات فرهنگ به کار آغاز کرد. نظری پریانی، مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه راه ماندگار، در این برنامه گفت: ما بیاییم یک روزنامه جدید را ایجاد کنیم، اما بتانیم بخشی از برند و نام یک دهه فعالیت فرهنگی را با خودمان حفظ کنیم تا یک فعالیت فرهنگی و گودال تاریخ سپرده باشد. به این دلیل ما انتخاب کردیم که با راه ماندگار را پیش میریم و به عنوان یک روزنامه جدید در یک فضای جدید اقدام میداری کردیم. در همین حال طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید که ما در کنار رسانه‌های کشور خواهیم بود و سیاست وزارت اطلاعات و فرهنگ بر توسعه فرهنگی استوار میباشد. او گفت که بدون توسعه فرهنگ نمیتوان به پیشرفت جامعه دست یابیم. سیاستش بر توسعه فرهنگی است. ما نیاز به توسعه فرهنگی داریم. توسعه فرهنگی مقدمه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بدون توسعه فرهنگی ناممکن است که ما با توسعه و صلح و ثبات به آرامش و رفاه دست بیاریم. از سوی هم عین‌الدین بهادری، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات بر آزاد اندیشی و فعالیت‌های مستقلانه رسانه‌ها در کشور، تاکید می‌ورزد: بدون آزادی بیان نه دموکراسی معنای داره و نه ما جمهوریتی می‌تونیم داشته باشیم. آزادی در تمامی مطالعات حقوقی یک بحث حقوقی فلسفی بیشتر هست، بنیاد تمام آزادی ها پنداشته باشه. شما اگر آزادی بیان نداشته باشین، شما نمیتونین انتخابات درست داشته باشین. با این همه، محمد علمی زیتیار، معاون مجلس صنایع کشور، دومین دور فعالیت روزنامه راه ماندگار را اقدام شایسته پنداشته، تأکید می‌ورزد که باید راهکار انتقادانه این روزنامه کماکان در فصل جدیدش نیز ادامه یابد. روزنامه‌های دوست داشتنی و با اعتماد در میان مطبوعات افغانستان. ماندگار در طول 11 سال گذشته بی‌وقفه برای آزادی، عدالت اجتماعی، مبارزه با دهشت افغانی و در جهت حاکمیت قانون و مشارکت عادلانه سیاسی، تمرکز زدایی و انحصار زدایی از دولت و حاکمیت سیاسی قلم و قدم زد. در همین حال عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در سخنرانش تاکید بر فعالیت آزادانه رسانه ها داشت. او گفت: ما اینجا هستیم تا تفکر انتقادانه را پرورش دهیم و از برخوردهای انتقادی رسانه ها حمایت کنیم. کار یک فرهنگی، کار یک نویسنده منبر شدن برای حق است و فراز کردن حقیقتی که مردم افغانستان شیفته آشکارگی این حق است. این در حال است که روزنامه ماندگار 11 سال در جامعه رسانی کشور فعالیت، ولی پس از گسترش بیماری کووید 19 یک سری مسائل دیگر این رسانه یک سال پیش از فعالیت باز ماند و اکنون برای بار دوم زیر نام راه ماندگار با صاحب امتیازی و مدیر مسئول نظریه بریانی دوباره به فعالیتش آغاز کرد.